سلام عرض می کنم خدمت شما دوستای عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه، سالم و سلامت باشید. بچه ها رسیدیم به یه قسمت خیلی مهم برای کنکور زبانی ها. بچه ها، کسایی که کنکور زبانن اکثریت این اشتباه رو میکنن. اینی که میخوام بگم یکی از نکته هاییه که یک هفته پیش من توی چنل تلگرامی گذاشتم که با بچه ها به قول معروف تشکیلش دادیم و حالا حق عضویت رو پرداخت کردن، آزمون ها رو خریدن، اصطلاحات توش هست، هر شب نکته های تشابه لغت ها و کنکوری میذاریم. خیلی از بچه ها به تشابه این گزینه ها اصلا عادت ندارن، یعنی سریع خراب میکنن. بچه ها میخوام یه نکته رو بگم، شما مثلا برای لغت باید 100% بیشتر از 2-3 تا معنی بلد باشی، بیشتر از 2 الی 3 تا، یعنی حداقل 3 تا معنی باید بلد باشی برای هر کدوم از لغت ها. مثلا میگم با توی کنکور اومده enjoy به معنی لذت بردن، طرف خونده لذت بردن، آقا میاد همه گزینه ها رو میخونه میبینه هیچی نیست، یعنی هیچ کدوم از گزینه ها به این نمیخوره، پس من چیکار کنم؟ هیچ کدوم از گزینه ها اصلا اینو پشتیبانی نمیکنه، کدوم اینا جوابه؟ خب تو باید بری سراغ معنی بعدیش. تو وقتی داری برای کنکور لغت میخونی باید تمام معنی هاشو حفظ بکنی. اوکی، حالا enjoy که به معنی لذت بردن توی کنکور میشه برخوردار بودن. میدونستی اینو؟ مطمئنم از حداقل 200-300 نفری که این ویدیو رو میبینن شاید 95%شون نمیدونن این رو. enjoy به معنی برخوردار بودن معنی میده، نه به معنی لذت بردن. توی کنکور اومده همه اشتباه زدن. خب چرا؟ مثلا میگه این هتل از ویوی خوبی برخورداره. خب تو میای enjoy رو میذاری میبینی enjoy میشه لذت بردن، این هتل از ویوی خوبی لذت میبره؟ نه، اصلا معنی نمیده. ولی به معنی برخوردار بودن چرا؟ این یکی از اون نکتهایی که ما توی چنل گفتیم و 100 بارم گفتیم آقا هر کی میخواد بیاد عضو بشه، به نفعتونه. و نکته بعدی که میخوام بهتون بگم در رابطه با نحوه پاسخگویی به گرامرها هستش که این مورد رو هم شب برای بچه ها توی چنل میذارم که بتونن ازش استفاده بکنن، ولی خب همه رو اینجا نمیگم، فقط یه نکته کوتاهی رو بهتون میگم. بچه ها اگه شما بخواید به گرامرها پاسخدهی درستی داشته باشید، خب ترجیحاً چیزی که مشخصه اینه که باید شما به قسمت گرامر تسلط کامل رو داشته باشی و نباید بیای صورت سوال رو بخونی و بیای ببینی گزینه ها چیه و بعد اونا رو جایگذاری بکنی. این کار اشتباهه که گفتم شب برای بچه ها توی چنل حتما توضیح میدم. در هر صورت بحث اصلی ما در رابطه با لغت بود که حواستون باشه معنی های زیادی رو برای لغت حفظ بکنید، چون اگر حفظ نکنید به مشکل میخورید. نمونهش همین کلمه enjoy که براتون گفتم. مثلا میگم ما بذارید به یاد بیارم چه کلمه بود. مثلا کلمه mount mount به چه معنیه؟ کلمه mount بچه 6-7 تا معنی داره. به معنی ایجاد کردن، برقرار کردن، تشکیل دادن، آغاز کردن، به معنی سوار شدن مثل سوار اسب یا دوچرخه، به معنی بالا رفتن، صعود کردن. من این 7 تا معنی رو قبلا حفظ کردم براش و 100 بارم مرورش کردم. 7 تا معنی، 7 تا، و شما باید بدونید طرف میاد یکی دو تا حفظ میکنه تموم، این اشتباهه. اوکی. و یه کلمه دیگه ای هم بود که متاسفانه الان یادم نمیاد براتون توضیح بدمش. بذارید یه لحظه ویدیو رو پاس کنم. بچه متاسفانه اون کلمه یادم نمیاد، خیلی کلمه مهم و کنکوری بود و کتابم در دسترس نیستش فعلا که بتونم براتون اوکیش کنم. ولی خب به صورت کلی اینا رو براتون گفتم که بدونید حتما معنی های زیادی رو برای لغت حفظ بکنید. ببین الان بچه ها به چند دسته تقسیم میشن بعد این ویدیو. طرف میاد میگه وای من مثلا بیشتر از یه دونه معنی یا دوتا معنی برای هر کدوم ننوشتم، چی کار کنم؟ واقعیتشو بخوام بگم، اگه مثلا بخوای بری و از اول معنی ها رو در بیاری، مثل اینکه تازه میخوای شروع کنی برای لغت خوندن، خب اگه این کار رو هم نکنی، خب توی کنکور به احتمال زیاد ممکنه که دچار مشکل بشی. خب ممکنه که دچار مشکل بشی. کسایی که معنی ها رو از روی مثلا معنی فوکوس 1 رو از روی کتاب شهاب انناری در آوردن، خب معنی هاش همونه، یکی دو تا براش نوشته،
خب ولی خب من اومدم حتی معنی های بیشتری رو هم براش نوشتم که ردیفتر بشه، مشکلی نیست. اما اگه فوکوس دو رو هم یکی دوتا معنی در آوردی، بهتره بری معنی های بیشترش رو در بیاری و همش رو حفظ بکنی. اما بچه هایی هم هستن که تعداد معنی هایی که در آوردن اوکی، این به این معنی نیست که همه لغت ها باید بیشتر از سه تا یا حداقل سه تا باشه. نه، من مثلا از یک صفحه لغتی که نوشتم، خب حدود نصف صفحش مثلا دو معنیه، نصف صفحش حالا سه یا چهار یا حتی بیشتره. اینو میخوام بگم که بدونی همش لزوما نباید معنی های زیادی داشته باشه. در هر صورت هر کی تا آخر دید موفق میشه توی کنکور. کسایی هم که ندیدن خب مشخصا اهمیتی نمیدن. دوستتون دارم. لایک و سابسکرایبتون نره. پیس اوت.